درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم رسانه پارس اسرائیل. پریسا هستم، در برنامه دیگر از شبکه خبر با شما خواهم بود تا مهمترین خبرها و رویدادهای ایران، اسرائیل و جهان رو برای شما عزیزان شرح بدم. امروز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی تازی برابر با سال 2580 شاهنشاهی و 27 آپریل 2021 میلادی و تت زین به ایار به تاریخ ابریست. دوستان لازم یادآوری کنم همچنان برنامه های ما رو میتونید از طریق ماهواره های GLVs و TV باکس مشاهده کنید. برنامه های ما از طریق دو اپلیکیشن پارسا TV و سرچشمه TV هم به راحتی در اختیار شما عزیزان قرار میگیره و اما وبسایت رسمی ما www.pars.com در اختیار شماست. از اونجا هم میتونید 24 ساعت شبانه روز برنامه های ما رو دنبال کنید و بیشتر و بهتر با مجموعه اسرائیل پارس تیوی آشنا بشید. ضمناً دوستان خوبم همچنین در فیسبوک، اگرچه که مسدود شدیم ولی همچنان شما عزیزان میتونید برنامه رو ببینید و در صورتی که برای دوستانتون هم اشتراک گذاری کنید این برنامه میتونه در سطح وسیع تری پخش بشه. بنابراین از این کار نپرهیزید تا میتونید برنامه های میهن پرستان رو به اشتراک بذارید تا صدای ما بیشتر و رساتر در جهان شنیده بشه. دوستان در یوتیوب هم میتونید کانال اسرائیل پارس تیوی رو دنبال کنید. یوتیوب ما در خدمت شما عزیزانه و همچنین در تلگرام هم کانال تلگرامی ما 24 ساعت شبانه روز مهمترین اخبارهای ایران، اسرائیل و جهان رو منتشر میکنه. در تلگرام آدرس ما تلویزیون پارس اسرائیل به فارسی یا اسرائیل پارس تیوی به انگلیسی است که میتونید از اونجا هم حتما عضو کانال بشید و خبرهای شبانه روز رو دنبال کنید. و میپردازیم به دمای هوا در اسرائیل که بهترین دمای هوا رو امروز و دیروز و فکر کنم فردا داشته باشیم. هوا نه سرده و نه گرمه. در اورشلیم 20 درجه، در تل آویو 22 درجه و در بندر حیفا 19 درجه پیش بینی شده. هوا بهاریه و جون میده واسه تفریح کردن و گردش در طبیعت. خب خبرها رو با خبرهای داغ از اسرائیل آغاز میکنم. آمار مبتلایان به کووید 19 در اسرائیل بازبینی میکنیم. دوستان هیچ فرقی نکرده تعداد فوت شدگان رو، مخصوصا که خیلی مهمه، هیچ کس در این هفته اخیر در اسرائیل بر اثر ابتلا به کووید 19 فوت نشده. تعداد بیماران 2206 نفره که در چند روز گذشته هم همین بوده و تنها 293 نفر به بیمارستان ها و مرکز درمانی مراجعه کردند. 181 نفر شرایط بحرانی دارند و 111 نفر هم با کمک دستگاه های تنفسی قادر به ادامه حیات هستند و در حال حاضر 6342 نفر فوت کردند و تعداد 5 میلیون و 356 نفر هم در اسرائیل تا این ساعت واکسینه شدن، که ما میبینیم تعداد بیمارانی که فوت کردن هیچ فرق نکرده خوشبختانه و این نشون دهنده اینه که اسرائیل به خوبی توانسته از عهده این پاندمی کرونا بر بیاد. و از این رو امروز داریم میبینیم شهرها و خیابانهای اسرائیل به حالت عادی برگشته و دوباره خیابانها مملو از جمعیت شدن. ترافیک عظیمی در کلان شهرهای اسرائیل در جریان. از این رو وزارت بهداشت اسرائیل در یک جلسه نشست با خانم میری ریگو که وزیر راه و ترابری هستند
تصمیم گرفته محدودیت‌های بهداشتی در رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی رو ابطال کنه تا همه شهروندان اسرائیلی بتونن به راحتی از قطار شهری یا اتوبوس‌ها استفاده کنن. سابقا نیاز بود که از طریق سامانه‌های اینترنتی بلیط تهیه بشه و این وسایل نقلیه‌های عمومی 50% از ظرفیت کلشون رو میتونستن مسافر سوار کنن، یعنی تعداد محدودی بلیط فروخته میشد و حالا که زندگی روزمره دوباره به اسرائیل برگشته، وسایل نقلیه های عمومی هم به حالت عادی برمیگردن. این خبر خوشی است که امروز رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند و اینکه دیگه مجبور نباشیم اینقدر در ترافیک گرفتار بشیم و میتونیم از وسایل نقلیه های عمومی استفاده کنیم. بعد از خالی کردن جیب مردم در ایران از طریق بورس، حالا به سراغ خارجی ها رفتند، اون هم برای اعطای اقامت 5 ساله برای جهنمی به نام ایران تحت نفوذ جمهوری اسلامی، در حالی که همه دارن از ایران فرار میکنن. آیا واقعا کسی حاضر تو این شرایط بیاد و سرمایه گذاری کنه در داخل ایران؟ رئیس سازمان بورس محمد علی دهقان دهنوی گفته که اختصاص 1% از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار رفع ممنوعیت‌های نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسلیحات بانکی و اعطای اقامت 5 ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از امروز به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی خواهد شد. یعنی جیب مردم ایران رو خالی کردن، حالا دنبال تبلیغ هستن برای خالی کردن جیب خارجی ها که آقا بیاین 5 سال اقامت میدیم، مثل اینکه الان خیلی مثلا ایران جای خوبیه برای زندگی کردن و 5 سال اقامت در قبال خالی کردن جیبشون. رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران ژاپن امروز گفته که بیشتر پول بلوکه شده ایران مربوط به صادرات نفته که به خاطر تحریم ها و در واقع عدم پذیرش FATF بلوکه شده. اگر همین فردا تحریم ها برداشته بشن، تا از FATF پیروی نکنیم نمیتونیم مراودات رو انجام بدیم و مثل کره شمالی میشیم. یعنی ایران رفته که تبدیل بشه به کره شمالی دوم و اینم خود دستاوردهای رژیمه که خودشون هم اذعان دارن و اعتراف میکنن. یعنی اگر فردا صبح بایدن از خواب بیدار شه و تصمیم بگیره همه تحریم ها رو برداره، باز پولهای بلوکه شده ایران بر نمیگرده مگر اینکه تبعیت کنن از سامانه FATF. و سازمان نظام وظیفه در یک برنامه تلویزیونی گفته که خرید خدمت نداریم و اسیر فضاسازی های شبکه های اجتماعی نشوید. اخیراً تصمیم گرفتن که به هیچ عنوان خدمت سربازی رو نفروشن، چون قبلا میدونین بعضی میرفتن پول میدادن که سربازی نرن، پولشون رو میریختن به حساب حوزه نظام وظیفه، سربازی نمیرفتن. حالا به دلایلی تک فرزندی، بیماری یا هر چیزی معافی میگرفتن و حالا گفتن تحت هیچ شرایطی دیگه به کسی معافی یا گذر از خدمت نمیدن و همه مجبورن در ایران خدمت سربازی رو برای جمهوری اسلامی انجام بدن. میتونن بخرن یا نه؟ من توضیح میدم. چون زمان نداریم. ما در سال 94، 95، 96 و 97 کسانی که بیش از 8 سال غیبت داشتن میتونستن مراجعه کنن، ثبت نام بکنن و جریمه غیبت خودشون رو پرداخت کنن. ما در سازمان وظیفه عمومی هم براشون کارت در واقع سربازی خاصی براشون صادر بکنیم، اما این بستگی داشت به مجلس. هر سال مجلس این رو در قانون بودجه تصویب میکرد. سال 98
و سال 99 دیگه این قانون وجود نداره، سال 1400 هم وجود نداره. یعنی باید بیان سربازی؟ بله همه باید بیان سربازی، اصلا بحث غیبت نیست. من از همه خانواده ها خواهش میکنم به این فضاسازی هایی که معمولا در فضای مجازی یا جاهای دیگه مطرح میشه، برابر قانون همه مکلفن. بله دیگه همه باید برن سربازی. و ماجرای واردات واکسن از طریق ماست فروش و سیمان فروش و پناه بر خدا، یعنی وزیر بهداشت این آقای نمیدونم گیج حواس پرته چی میگی اصلا؟ مگر میشه همچین چیزی که ماست فروش در ایران بیاد واکسن بفروشه؟ اونم در صورتی که خود جمهوری اسلامی واکسن نداره به مردم تزریق کنه. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ اگر کسانی هم هستن که الان واکسن میفروشن، خودشون از عوامل سپاه پاسدارانن، از قاچاقچیان و فرصت طلبان و ژنهای زالوزادن. مگر میشود همچین چیزی که ماست فروش بیاد واکسن بخره بفروشه؟ زنگ زده که یکی از دوستان خیلی مملکت رو دوست داره، بخدا دستش درد نکنه، ایشون یک فرمایی داره 20 میلیون واکسن روسی، گفتم اسپوتنیک، بله اسپوتنیک اسمش هم بلد نبود، گفتم که لبو فروش و ماس فروش و سیمان فروش و این حالا همه شدن واکسن فروش. ایشان این 20 میلیون رو خریده، میخواسته بده به فلان کشور، میگه کجا بهتر از مملکت خودم. گفتیم خب حضرت آقا بفرمایید که این، از میگم حضرت آقای روحانی نبود، تعبیر غلط نشه، بفرمایید که ما به همه محال بزرگان میگیم حضرت آقا. گفتیم آقا بفرمایید که این از کجا آورده؟ گفت خریده آقا، آماده است، همین در اختیارشه. گفتیم دوزی چند؟ گفت میگه دوزی 25 دلار قرار بوده اونجا بفروشم. میگه چرا مملکت خودم 19 یا 20 دلار نفروشم، 20 یورو نفروشم؟ گفتم عزیز جان به این آقا بگو که خودتی. خب حالا ما هم به این مقام میگیم که خودتی. آقا این دروغا و این مهملات رو برو جایی تعریف کن که خریدار داشته باشه، ما که نمیخریم این حرفا رو. آخه چقدر دروغ میگی؟ آخه تمام این کمپانی ها، شرکت های داروسازی که واکسن کووید 19 رو تولید کردن، فقط با دولت ها طرف قرارداد میشن. مثلا اگه من فردا صبح برم بخوام واکسن بخرم، به من نمیفروشن، حالا ثروتمندترین آدم دنیا باشم. آخه چرا اینقدر دروغ بگین شماها؟ یه بقال تو ایران برای چی باید بیاد 20 میلیون دوز واکسن بخره نگهداری که چی؟ که چیکار کنه؟ و بالا گرفتن جنگ میان باندهای فاسد رژیم تبهکار و التماس سخنگوی روحانی که فایل صوتی ظریف به سرقت رفته. آقا چجوری به سرقت رفت؟ سر از ایران اینتر آشغال در آورد. خیلی جالبه، ربیعی میگه که این یک توطئه علی دولت بود. خب خوشحالیم که حقیقت رو از زبان خودشون میشنویم دیگه. اتاق فکر جمهوری اسلامی نشست و نشست و نشست فکر کرد که الان چیکار کنیم که حواس مردم رو پرت کنیم، یه ولبشوی بپا کنیم، و اومدن این فایل صوتی رو دادن به ایران اینترنشنال که پخش کنه، که ظاهرا تا یه حدودی هم موفق شدن. الان همه خبرها رو فایل صوتی ظریفه. حالا انگار چی گفته؟ یک مسخره بازی رو انداختن که اون سرش ناپیداست. بعدش خلاصه این آقا میگه که توطئه است و آقا میخواستن دولت روحانی رو خراب کنن و حتما عوامل این توطئه شناسایی میشن، و گفته که منتظر آقای ظریف به کشور برگرده. شون رفته عراق، اولم که رسیده عراق که دیدین که ادای احترام کرده به قاسم سلیمانی، و گفته که توضیحات لازم رو خودشون وقتی برگشتن از عراق ارائه میدن. در روزهای گذشته انتشار فایل صوتی وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف حواشی رو ایجاد کرد.
در اینجا لازم میدونم در مقدمه به چند نکته در این زمینه اشاره کنم. این فایل صوتی که توسط تلویزیون پترودلاری کینتوز که با دلارهای نفتی اداره می شود و از روز تأسیس طرفدار سرسخت رنج و تحریم مردم ایران بوده است منتشر شد. همین امر نشانگر توطئه آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی این مصاحبه است. رئیس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه را شناسایی کنند. این ربایش اسناد به اعتقاد ما توطئه است علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و سرفراز ما در میدانها و همچنین توطئه‌ای علیه منافع ملی ماست. البته ما منتظر خواهیم بود جناب آقای دکتر ظریف به ایران بازگردن، حتما توضیحات لازم در خصوص سوء برداشت ها رو ارائه خواهند کرد. خب اینجا بعضی از تلویزیون ها اومدن گفتن که بعد از این فایل صوتی که افشا شده دیگه ظریف میره پناهنده میشه و آقا دیگه بر نمیگرده ایران. ببینید ظریف دانسته این صحبت ها رو مطرح کرد، یک جایی ننشسته بوده که احیانا کسی زیر میزی صدای این آقا رو ندانسته ضبط کنه. این آقا میدونست که داره مصاحبه میشه، قشنگ با علم بر این که این صدا داره ضبط میشه این حرفا رو مطرح کرد. و بدونید که این اتاق فکر جمهوری اسلامی بود که دقیقا در این برهه زمانی این صدا منتشر بشه، کد داشت تو این صدا و این صدا دقیقا اومده بود تا کارش رو انجام بده. حالا یا قهرمانسازی برای ظریف بود یا تبرئه دولت روحانی بود یا بالاخره گفتم عرض کردم خدمتتون در آینده نشندان دور متوجه میشیم هدفشون چی بود. اما واکنش حامد اسماعیلیون به فایل صوتی جواد ظریف که ایشون در سخنانشون گفتن ما تریبون نداریم، من خیلی ناراحت شدم. باید بگم که شما تریبون دارید آقای اسماعیلیون عزیز، اینجا رسانه پارس اسرائیل صدای بی صدایانه و ایشون در فیسبوک چنین نوشتن که در مقابل آقای مالکش اعظم، منظورشون که ظریفه، و اعلام نامزدی مصطفی تاجزاده که آقای اسماعیلیون این رو به هم مرتبط دانسته، من هم مرتبط میدانم، هر آنچه که مسلمه این فایل صوتی دقیقا یک تبلیغ انتخاباتی بود برای جناح وابسته به حسن روحانی و ظریف که میخواستن خودشون تبرئه کنن از آنچه که در ایران اتفاق میفته، مثل هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران که ظریف اومد روی همه رو بپوشونه، گفت که نه آقا من رفتم توی جلسه گفتم اگر زدین به من بگین که زدین تا من برم درست کنم قضیه رو. یعنی که ظریف مطلع نبوده که جریان چی بوده. اما آقای حامد اسماعیلیون جواب میده، میگه که تحمل شنیدن این مرد و دیدن چهره این دروغوی هزار چهره را ندارم. جواد ظریف بارها دروغ گفته است و حال که قافیه را تنگ میبیند با خون مسافران پرواز مظلوم نمایی میکند. نمیدانستم، گفتم بگویی تا علاج کنم. تو میدانستی، رئیست میدانست، همه میدانستند، چه چیزی را علاج کنی؟ و واقعا کاملا درسته، اینها تمام بازی دوستان، اینها برنامه ریزی کرده بودن این هواپیما رو هدف قرار بدن و حالا اومدن مظلوم نمایی کنن. ظریف بخواد بگه من طرف مردمم، به من اجازه ندادن که بتونم کارم رو انجام بدم، سپاه پاسداران دست ما رو بست، قاسم سلیمانی
دیپلماسی فدای جنگ شد و از این صحبت هایی که شنیدیم در کلیپش و کلیپ ارسالی که نشون میده دختری پوستر ظریف رو از دیوار میکنه. این پوستر رو که از دیوار این هموطن ما میکنه، دوستان، بیانگر اینه که ظریف دنبال اینه که یک موقعیت سیاسی در دولت آتی پیدا کنه. حالا یا کاندید ریاست جمهوری خواهد شد، شک نکنید، و به دنبال آرا هست. این همون برگیه که جمهوری اسلامی رو کرده برای که مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونه و میبینین که روی در و دیوار هم تبلیغ ظریف دیده میشه. چرا باید پوسترهای ظریف روی دیوارهای شهر باشه؟ دکتر محمد جواد ظریف خب آمادهش کردم برای یک بازی دیگه برای انتصابات، نمایش انتخاباتی، و شک نکنین. حالا خیلی جالبه که این صدا، این فایل صوتی خیلی هم انعکاس داشته در آمریکا، و خیلی جالبه که حالا توی تلویزیون‌های ایران این افراط‌گرایان و تندروها و اصولگرایان اومدن روحانی رو متهم کردن به اینکه آقا جون توی ترور سردار سلیمانی دولت شما دست داشته و اساساً ظریف گرا داده به آمریکایی‌ها که این سلیمانی، سردار سلیمانی، مزاحم دیپلماسی، مزاحم پیشبرد دیپلماسی بین ایران و آمریکاست و به همین دلیل هم این سردار سلیمانی رو از بین بردند. یعنی با چراغ سبزی که دولت روحانی داده سردار سلیمانی کشته شده. جوری که بگیم که متابعت ما از سردار سلیمانی باعث شده بود دست ما بسته بشه، این حرف میدونین یعنی چی؟ این حرف خیلی حرف مهمیه. در واقع داریم میگیم که اگر یک صدام این حرف توسط همین نهادی که این فایل بیرون داده پیش از این به طرف آمریکایی منتقل میشد که مانع نزدیکی بین رابطه ایران و آمریکا سردار سلیمانی و فعالیت‌های ایشونه، این اصلی ترین گرا دادن به آمریکا برای زدن سردار. کمی اتفاق افتاد، شما نگاه کنید، من اون روزی که سردار ترور شد اتفاقا ایران بودم، در تهران بودم، 4 صبح از امریکا، از دوستان من در اتاق فکر آمریکایی که از اتاق فکر به من زنگ زد و خبر کشش شدن سردار رو داد، شهادت سردار رو داد، و به من حتی گفت که اینجوری که به اطلاع دسته خبر از نهاد ریاست جمهوری اومده گرا دادن. بله، یعنی نهاد ریاست جمهوری چراغ سبز داده به آمریکایی‌ها که قاسم سلیمانی رو کتلت کنن. و سناتور تام کاتن گفته که دیپلماسی رژیم جمهوری اسلامی نیرنگی برای فریب غربی‌های ساده است. سناتور تام کاتن، عضو ارشد سنای آمریکا، در واکنش به انتشار فایل صوتی وزیر خارجه رژیم منفور جمهوری اسلامی در توییتر چنین نوشت: جواد ظریف آنچه من همیشه میگفتم را تایید میکند، سپاه پاسداران تروریست رژیم ایران سیاستهای این رژیم را مشخص میکند، دیپلماسی آنها فقط نیرنگی برای فریب غربی‌های ساده اندیش است. بله، از صحبت‌های ظریف چنین برداشت کردن که واقعیت هم داره که سپاه پاسداران اجازه نمیده، یعنی همون اصولگرایان افراطی اجازه نمیدن که دیپلماسی پیش بره و ایران بتونه روابط خوبی رو با کشورهای جهان داشته باشه. و طوفان سیاسی در سنای آمریکا بعد از انتشار فایل صوتی ظریف که شمار زیادی از سناتورهای برجسته جمهوری خواه در سنای آمریکا در واکنش به سخنان محمد جواد ظریف در فایل صوتی به بیرون درس کرده مصاحبه او که در آن گفته بود جان کری به او خبر داده که اسرائیل 200 بار به مواضع سپاه در سوریه حمله کرده. خب مثل اینکه دنیا نمیدونست اسرائیل 200 بار حمله کرده به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه. بابا خود اسرائیلیا گفتن 500 مرتبه ما حمله کردیم. چیز رمز و رازی نبود این موضوع. بعدن
جان کری رو به خیانت و همدستی با مقامات بزرگترین دولت تروریسم جهان متهم کردند و خواهان استعفا و حتی محاکمه او شدند. و از اینکه جان کری با ظریف حسابی جیک تو پیک بود و قاطی بود که ما هممون میدونیم، حرفی هم درش نیست. قبلا هم جمهوری خواهان سر این بحث داشتن و صحبت کرده بودن. جان کری نماینده ویژه جو بایدن در شورای امنیت ملی آمریکاست و خیلی جالبه که نانسی پولوسی تنها شخصیتی بوده که هیچی نگفته در مورد صوتی که از ظریف منتشر شده، در حالی که همیشه خصوصا در زمان ترامپ دنبال یک چنین سوژه هایی بود که بر علیه ترامپ بازی راه بندازه و اونو به استیضاح بکشونه، ولی این بار سکوت اختیار کرده. خانم نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل در واکنش به افشاگری ظریف در مورد خبرچینی جان کری نوشت این در بسیاری از سطوح تهوع آور است. بایدن و کری باید پاسخ دهند که چرا کری به رژیم ایران، حامی شماره یک تروریسم، کمک کرده و به یکی از بزرگترین شرکای ما اسرائیل از پشت خنجر زده است. بله، اینم صحبت بانو نیکی هیلی بود که خب جمهوری خواهان منتظر یک همچین بهانه‌ای بودند. و اما رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتن که ظریف به مجلس فرا خوانده شد. خب اینا بازی، آقا الان تئاتری درست کنن توی ایران، تئاتری درست کنن، از این ظریف یک قهرمان ملی میخوان درست کنن، مثل زمان میرحسین موسوی و کهروبی بودا، الان شده احمدی نژاد و ظریف. اینا مهره هاشون رو آماده میکنن، این نگرف اون لابد میگیره دیگه، که مردم بیان طرفدار ظریف بشن، بگن آخه چه آدم خوبی، میخواست کشور ما رو به جهان معرفی کنه، میخواست ما رو یه جور دیگه جلوه بده، سپاه پاسداران نذاشت. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات اخیر وزیر امور خارجه گفته که برخلاف مصالح و منافع ملی کشور بوده. کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات آقای ظریف رو با حضور شخص آقای وزیر در کمیسیون مجلس مورد رسیدگی قرار داده و خیلی جالبه. بله، این آقا رو گفتن در مجلس استیضاحش میکنن، رسیدگی میکنن به حرفایی که زده و این فایلی که منتشر شده. جالبتر از همه اینه که تو این فایلی که منتشر شده یه قسمتش خود ظریف میگه که به خاطر همین کارها بود که من عاشق قاسم سلیمانی بودم و خیلی اون رو دوست داشتم. یعنی از ارادت قلبیش هم در اون فایل صحبت میکنه نسبت به قاسم سلیمانی. ببینید چقدر جمهوری اسلامی وقیحانه داره برای فریب مردم و کشوندن مردم پای صندوقهای انتصاباتش برنامه ریزی میکنه. و صف نظری و مرغ، که من اول فکر کردم این صف نظری و مرغه، ولی صف نظری و مرغ نیست. آقا یه عده اومدن پیام دادن از وزارت کشور روی تلفن‌های پرستاران زحمتکش و پزشکان زحمتکش بیمارستان‌های شیراز که آقا اگر تا 8 شب نیاین و واکسن نزنید، امتیاز واکسنتون به کس دیگری داده خواهد شد و دیگه این امتیاز رو نخواهید داشت. برای همین همه هجوم آوردن واسه تزریق واکسن، که حالا معلوم نیست واقعا چه واکسنی به اینا میزنن، آب مقطره، واکسن سم چیه؟ واکسن کروناست که دارن تزریق میکنن برای پرسنل درمان و اینم نحوه مدیریت و برنامه ریزی علوم پزشکی شیرازه، وضعیتشو میبینید واقعا. واکسن کروناست که دارن متاسفم قشر زحمتکش، قشری که ثابت کردن اگر نباشن واقعا زندگی همه در خطره و در این مدت بیشترین فداکاری رو ازشون دیدیم و ببینید چطوری با اینها رفتار میشه. افتضاحی جمهوری اسلامی به بار آورده و ببینید که چقدر سوء استفاده میکنن از سهمیه های واکسن
که خود سخنگوی ستاد ملی کرونا رسما گفته در یکی از شهرهای کشور برخی مسئولان لباس پاکبانان را پوشیده و جای اونها واکسن زدن، واکسن هایی که به اصطلاح باید به پاکبانان می زدن چون در ردیف اول مقابله با کرونا هستن دیگه. وقتی که توی شهر و توی خیابون ها توی پارک ها مشغول جمع‌آوری زباله هستن مورد این بیماری قرار میگیرن، ابتلا قرار میگیرن و به همین دلیل خوب بود که اینها رو اولین نفرات واکسن بهشون بزنن که همونم ازشون دریغ کردن و یه عده سوء استفاده گر به جای اونها واکسن زدن. در یکی از استانها اون فردی که اومده بود پیش فرض کنید رئیس مرکز بهداشت اونجا 3-4 بار مراجعه کرده بود که به من واکسن بزنه، گفته بود نه شامل شما نمیشه. خب ایشون مثلا رفته لباس نمیدونم پاکبان پوشیده و کلاه گذاشته سرش و ماسک زده اومده مثلا. خب این واقعا اینجوری بوده؟ اینجوری به ما، اینجوری واقعا به ما اینجوری گزارش دادن. خب این واقعا باید چیکارش کرد؟ این خودش سناریوئه. آره این اصلا فردی که با این شیوه میخواد بیاد مثلا یه دونه واکسن بزنه، اون فردی که با این شیوه میخواد بیاد واکسن بزنه منتخب شماست، شهردار آبادان، شهردار شهرهای دیگر شماست، شهرداری است که شما منتصبش کردید بر این سمت بمونه و ظلم کنه به مردم. و تجمع راهپیمایی اعتراضی روز گذشته بازنشستگان و مستمری بگیران شرکت هواپیمایی هما که به دنبال حق و حقوقشونن. بابا بازنشسته ها تو همه کشورهای دنیا در رفاه و آسایش به سر میبرن و این فقط در ایرانه که باید نگران معیشتشون باشن. افسوس که همه اقشار جامعه به هم نمی پیوندند. افسوس. و درخواست یک شهروند از درون کشور، از تهران بزرگ، خطاب به اپوزیسیون که تقاضا کرده اختلافات خودتون رو در درون اپوزیسیون حل کنید و متحد بشید در نگفتن به جمهوری اسلامی. امروز صحبتی با اپوزیسیون ها دارم. اگر اختلافی با هم دارید بر سر میزی بنشینید و اختلافهای سیاسی و ایدئولوژی رو حل کنید و متحد شوید. هدف مردم داخل ایران و هموطنان خارج از ایران سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. از تمامی اپوزیسیون‌ها خواهش میکنم اتحادتون رو به این فرقه تبهکار نشون بدید. جمهوری اسلامی آفت ایران و ایرانی هستش. تا وقتی که جمهوری اسلامی حکومت کند قراردادهایی مثل 25 ساله چین امضا خواهم کرد. امیدوارم صدام از داخل ایران به شما برسد. تهران 52400. و خانه از پای بست ویران است. مشکل اینه که خیلی ها در لباس اپوزیسیون ظاهر میشن جلوی تلویزیون های میلیارد دلاری، ولی در واقع هم نوا هستن، هم ساز هستن با جمهوری اسلامی و منافعشون اینه که جمهوری اسلامی سر کار بمونه. ما اپوزیسیون نما داریم شوربختانه و با این امید که هر چه زودتر ایرانمون آزاد بشه. و دوست عزیزی برای من این ویدیو رو ارسال کرده که گفته لطفاً تمنا میکنم این کلیپ رو در کانالتون پخش کنید تا همه ببینن تجاوز به کودکان در چین مجاز است و فقط در صورت خونریزی و در عام و عدم رضایت پدر یا مادر که جریمه داره. یعنی اگر در ملأ عام این اتفاق بیفته یا پدر و مادر ناراضی باشن اون شخص جریمه خواهد شد، در غیر این صورت این عمل آزاده. و ببینید اونایی که لال نشستن تا چینی ها بیان به همه چیزشون تجاوز کنن، این فیلم رو هم ببینن که
تندیسی درست کردن از کودکی در حال خواب که با کودکان مهربان باشیم و چینی ها رو از کشورمون بیرون کنیم. بله متاسفم از این اتفاقات تلخی که داره میفته و خیلی نگران کننده است. تصویری که دوستان بر من ارسال کردن از یکی از بیمارستانهای ایران که نشون میداد چقدر چینی در این بیمارستانه، مثلا باور کردنی نیست که به این زودی چینی ها لشکرکشی کردن. اصلا نگرانی من از اینه که واقعا نسل ایرانی رو از بین ببرن. گزارش شهروند خبرنگاری رو ببینیم که از میدان حافظ کرمانشاه و صف طولانی روغن، اونم ساعت 10 شب، برای ما تصویر فرستاده. سلام، امروز 6 اردیبهشت 1400 کرمانشاه میدان حافظ، اینجا که میبینید صف روغنه. و تجمع اعتراضی معلمان حق و تدریسی مقابل مجلس که جمهوری اسلامی از استخدام اونها خودداری میکنه. واقعا ننگ بر این حکومت جمهوری اسلامی. بچه های ما زیر دست این معلم ها باید تربیت بشن. نسل آینده ما از آموزش و پرورشه که باید پا بگیره و وارد جامعه بشه. اون وقت این قشر در شرایط بسیار بسیار سخت معیشتی دارن روزگار میگذرونن. ننگ بر این حکومت. کارنامه سبز ما نشانه علم ما. کارنامه سبز ما نشانه علم ما. کارنامه سبز ما نشانه علم ما. شعار کارنامه سبز شعار کارنامه سبز استخدام استخدام. شعار کارنامه سبز استخدام استخدام. شعار کارنامه سبز استخدام استخدام. کارنامه سبز داد بزن. مجدد نمیخوای نمیخوای. آزمونه مجدد نمیخوای نمیخوای. و کشته شدن فرمانده گردان 310 سپاه پاسداران در اشنویه در یک درگیری خونین در پادگان، که خبرگزاری سپاه پاسداران از کشته شدن سرکرده گردان 310 سپاه پاسداران خبر داد و به نقل از روابط عمومی سپاه آذربایجان غربی نوشت سرگرد پاسدار وحید زرفشان فرمانده گردان 310 در سپاه اشنویه کشته شده است. وی در حین انجام ماموریت بر اثر حادثه ناگوار امنیتی جان باخته. برخی منابع تایید نشده دوستان گزارش دادند که یکی از بسیجیان ریزشی با نام حسین معصوم نژاد وحید زرفشان فرمانده گردان 310 رو به قتل میرسونه. ببینید که این روزها این سپاه پاسداران و عواملش در امان نیستند. میبینید که خود بدنه نظام ریزش بسیار بسیار زیادی اتفاق افتاده. خود این سپاهیان خودشون از این نظام برگردان شدن، بسیار ناراحتن، همه دارن شکایت میکنن.
و برادر زن مسعود خامنه ای که ننگ بر این حکومت، ازش سوال میکنن بچه ها کجاست، بچه هات کجا هستن، آقا بچه هاتون کجا هستن؟ شما که میاین میخواین انتخاب بشید برای ریاست جمهوری این حکومت ملعون منفور جمهوری اسلامی، بچه های شما کجا هستن؟ حق مردمه که بدونن. و باید با یک ادبیات فوق‌العاده زشت ایشون میگه که به شما مربوط نیست، مسئله شخصیه. صادق خرازی میگه زندگی خصوصی من به مردم ربطی نداره، یکی از کسانیه که کاندید شده در ریاست جمهوری آینده. این انتصابات تقلبی و نمایش مضحک جمهوری اسلامی غالب بشه به مردم. فرزندان شما کجا هستن الان؟ ایران حضور دارن یا خارج از کشور؟ الان دیدی به منم. اصلا مسئله شخصی من به کسی ربطی نداره. مگه چون دارید کاندیدای ریاست جمهوری میشید دارین سوال میکنید؟ هیچ اصلا ربطی به ریاست جمهوری نداره. این حرفای من، فرزندان دو تاش ایران هستن، یکیشون خارج از ایران. ولی به کسی ربطی نداره. چه حرفی شما میزنید؟ اصلا چی به ما مردم ایران ربط داره؟ هیچی به ما ربط نداره که بدونی. ایرانو فروختین به چین، گفتین به مردم ایران ربطی نداره. دادین به روسیه دریای خزر رو، گفتین به مردم ایران هیچ ربطی نداره. پولهای مردم ایران رو بردین خرج سوریه و لبنان و حزب الله و حماس و کوفت و زهرمار کردید، گفتید به مردم ایران هیچ ربطی نداره. و دوستان، یک ویدیویی منتشر شده، خود نیروی دریایی آمریکا امروز این ویدیو رو منتشر کرده و از رویارویی با ناو سپاه پاسداران ایران خبر داده. بله، ویدیوی منتشر شده توسط آمریکایی ها بود، ارتش آمریکا که مدعی شده که با ناو جمهوری اسلامی نزدیک بوده تصادف کنه، در واقع از کنار هم رد شدن. و ببینید که چقدر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران افسار گسیخته شدن، چقدر اینها اعتماد به نفس دارن که برن نزدیک بشن به یک ناو آمریکایی و اصلا نگران نباشن. در زمان ترامپ هرگز این اتفاقات نمی افتاد. یعنی یه جورایی الان خیالشون راحته که در زمان ریاست جمهوری بایدن هیچ اتفاقی براشون نمی افته. و موردی که برخی از دوستان دارن تعقیب می کنن، دنبال می کنن و از منم خواستن که در برنامه مطرح کنم، در مورد شکایت های آقای دونالد ترامپ هست که همچنان داره پافشاری میکنه که صندوق های رای باز هم بازشماری بشه، تقلبی که اتفاق افتاده و دستاورد هایی که وکلای آقای ترامپ بهش دسترسی پیدا کردن که خیلی از دوستان میگن رضایت بخشه. من تا مطمئن نباشم دوستان از این خبر نمیتونم اینجا صحبتی بکنم. امیدوارم که ما بتونیم در آینده با یکی از هموطنانمون که در آمریکا حضور داره و میتونه تسلط داره بر خبرهای آمریکا و این داستان رو میتونه تعقیب کنه، دعوت کنیم ازشون به استودیو بیان و بتونیم از دانششون استفاده کنیم. من به دنبال این ماجرا هستم دوستان، ولی امیدوارم خبرهای خوشی بشنویم. امیدوارم حداقل دونالد ترامپ برای ساخت شبکه اجتماعی تلاش کنه و بتونه یک شبکه اجتماعی امن رو به مردم ارائه بده که جایگزین فیسبوک و اینستا بشه. من امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی باید صبر کنیم، تحمل کنیم و ببینیم در نهایت چه خواهد شد. ولی آنچه که مسلمه، ترامپ این قضیه رو رها نکرده و بره دنبال زندگیش.
داره پیگیری میکنه و منم مثل شما دوست دارم خوشبین باشم و آینده رو روشن ببینم، خصوصا برای کشور عزیزمون ایران.